به نام خدا و با عرض سلام خدمت همه شما دوستان گرامی، امیدوارم که جور و صحت بوده و در امان باشید. در جلسه دوم درسی و در هفته دوم از درس تاریخ افکار سیاسی قرار داریم، البته تاریخ افکار سیاسی دو، چون ما تاریخ افکار سیاسی یک در سمستر قبلی خواندیم. درسی هفته گذشته خدمت شما ارائه گردید، امیدوارم موردی پذیرش و مطلوبیت قرار گرفته باشد. ما در هفته گذشته یا هفته نخست و جلسه نخست درسی از مضمون تاریخ افکار سیاسی دو پرداختیم به یک سری اصطلاحات و مفاهیمی بسیار کلیدی و مهم که درآمدی بود بر تاریخ افکار سیاسی دو، از جمله روی مسئله یا واژه رنسانس صحبت کردیم که چی بود، چگونه به وجود آمد، کدام عوامل باعث شکل گیری و زمینه های ظهور رنسانس شد و در نهایت روی پیامدهای آن بحث کردیم که رنسانس چه پیامدهایی از خود به جا گذاشت. و به همین ترتیب آمدیم روی شاخصه های اصلی رنسانس که هومانیسم، اصلاحات دینی و انقلاب علمی است بحث کردیم و در نهایت نتیجه گرفتیم که به صورت مجموعی بعد از دوران قرون وسطا و بعد از قرن 15 دوران جدیدی و تمدن جدیدی در اروپا آغاز گردید که تحولاتی بزرگ و عظیمی را در عرصه های متفاوتی علمی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی به وجود آورد. رنسانس آغازی بود بر احیاگری دوران باستان اروپا، آغازی بود بر عقل‌گرایی و خردگرایی، آغازی بود بر انسان محوری. خب، طوری که در سلایت مشاهده میکنید در هفته دوم درسی از مضمون تاریخ افکار سیاسی دو قرار داریم. فصل نخست کتاب درباره ماکیاولی است. از ماکیاولی به عنوان آغازگری جریان نوین در اندیشه سیاسی یاد شده است. ماکیاولی یک واقع‌گرا است و به انسان دیدگاهی بد دارد، ذات انسان را بد می‌بیند و این سرشت و طبیعت انسان را ثابت و تغییر ناپذیر می‌داند. در این هفته زندگی و آثار ماکیاولی و دیدگاهی سیاسی و طرح کلی نظریه وی را به صورت مفصل به بحث خواهیم گرفت. طوری که شما در سلایت مشاهده می‌کنید، فهرست مطالبی درس این هفته به دو مبحث اشاره دارد. در مبحث اول مختصری از زندگی نامه و آثار ماکیاولی به بحث گرفته می شود. اینکه ماکیاولی کی بود، در کجا به دنیا آمد، چگونه به سیاست و زندگی اجتماعی و سیاسی خود قدم گذاشت و زندگی آن به صورتی عموم چگونه پیش رفت و این شخصیت سیاسی و این دانشمند و شاعر از خود چه آثار و نوشته هایی به جا گذاشت. و در مبحث دوم طرح کلی نظریه سیاسی ماکیاولی به بحث گرفته می شود، این که اساساً و به صورت کل و به صورت جمعی نظریه سیاسی ماکیاولی چه بود و چگونه نوع نظام را برای بقا و رشد یک جامعه عنوان میکرد، نسبت به انسان چه دیدگاهی داشت. این مفاهیم و این موارد را در درس این هفته با شما خواهیم داشت. در مبحث نخست مختصری از زندگی و آثار ماکیاولی مطرح شده است. ماکیاولی در سال 1469 در شهر فلورانس ایتالیا به دنیا آمد.
وی سیاست مدار، نظریه پرداز، نویسنده و شاعری بزرگ عصری رنسانس بود. خانواده ماکیاولی جز زمیندارانی میان حال بود و لذا نه از طبقه اشراف شمرده می شد و نه هم از توده های مردم. ماکیاولی در سن 29 سالگی وارد سیاست شد و به مدتی 14 سال به عنوان مقام عالی دولتی ایفای وظیفه نمود. وی در سال 1512 به اتهام توطئه علیه خانواده حکومتی به نام مدیچی زندانی شد و بعد از مدت کوتاهی آزاد شده و محکوم به تبعید شد. ماکیاولی در سال 1469 میلادی در ایتالیا به دنیا آمد. در شهر فلورانس ایتالیا متولد شد. این تاریخ دقیقاً پایان دوران قرون وسطا است، یعنی نزدیکای ختم قرون وسطا است، دورانی که اروپا در جهالت و تاریکی و بدبختی تمام به سر برد. ماکیاولی هم سیاستمدار بود و هم نظریه پرداز. او هم نویسنده بود و هم یک شاعر بزرگ در عصر خود. گرچه در دورانی که ماکیاولی متولد شد و در شهری که ماکیاولی حیات داشت، در شهری فلورانس ایتالیا، آموزش و تحصیلات فقط برای طبقه فیودال و خانواده های فیودال فراهم بود، ولی ماکیاولی جز خانواده فیودال نبود. ولی با آن هم که جز خانواده فیودال نبود، توانست به تحصیلات و آموزش خود ادامه بدهد و به یک اندیشه و تفکر بالا دست پیدا کند. از آوانی کودکی ماکیاولی به سیاست علاقمند بود. به همین علاقمندی ماکیاولی به سیاست و تفکرات سیاسی منجر می شود که ماکیاولی در سن 29 سالگی وارد عرصه سیاست شود. او در مقام‌های بالای دولتی در شهر فلورانس ایتالیا ایفای وظیفه نمود و در مدتی 14 سال توانست در بست‌های متفاوتی که کار کند تجارب زیادی را کسب کند و به دست آورد. اما در سال 1512 به دلیل اتهام و توطئه علیه خانواده حکومتی، ماکیاولی و جمعی دیگری از روشنفکران زندانی می شود. تعداد زیادی از کسانی که همراه با ماکیاولی زندانی می شوند به اعترافی تحمیلی تن داده و محکوم به اعدام می شوند. اما ماکیاولی اعترافی تحمیلی را نمی پذیرد. گرچه ماکیاولی در دوران زندان شکنجه های زیاد شد و زیاد شکنجه دید، اما هرگز حاضر نشد که به اعترافی تحمیلی تن بدهد و اقرار بکند که من توطئه علیه یک خانواده حکومتی را داشتم. اگر این اعتراف را میکرد، ماکیاولی مانند سایر کسانی که با او یک جا بودند اعدام میشد و از بین میرفت. اما ماکیاولی هرقدر شکنجه شد و تحت شکنجه قرار گرفت، چنین اعترافی نکرد و همین عکس العمل ماکیاولی و مقاومت و استادگی ماکیاولی در نهایت منجر می شود که ماکیاولی از زندان آزاد شود. ولی بعد از این که ماکیاولی از زندان هم آزاد می شود، محکوم به تبعید می شود و نمی تواند در شهر و در بین مردم زیست و حیات کند. او به مزرعه می رود و آنجا شروع به نوشتن و تحقیق کردن و
انتشار دیدگاه های خود می شود. ماکیاولی کتاب های متفاوت دارد که از کتاب های ماکیاولی می توان به شهریار، گفتارها، تاریخ فلورانس، فن جنگ، ماندراگولا و بلفاکور یاد کرد. اینها از جمله کتاب ها یا نوشته های اساسی ماکیاولی هست. شهریار مشهورترین و مهمترین کتابی است که از ماکیاولی به جا مانده است. گفتارها همچنان کتاب مهمی از ماکیاولی است. نظریاتی سیاسی ماکیاولی و طرح کلی نظریه سیاسی ماکیاولی بیشتر در همین دو کتاب عنوان گردیده است، هم در کتاب شهریار و هم در کتاب گفتارها. تاریخ فلورانس یکی دیگر از کتابهایی است که ناتمام ماند و از نوشته های ماکیاولی است. فن جنگ نیز بیشتر در عرصه رسی به قدرت و حفظ جایگاه و سیانت دولت به یک جامعه نوشته شده است. اما کتابی ماندراگولا و بلفاکور، دو کتابی آخری، از جمله کتاب هایی است که ماکیاولی در عرصه شعر و ادبیات نوشته است. در نهایت ماکیاولی در سالی 1527 بعد از 58 سال عمر و زندگی وفات می کند. برای اینکه نسبت به ماکیاولی شناخت و معلومات بیشتری پیدا کنیم، ما در سلایدهای بعدی می پردازیم به نظریات و طرح کلی اندیشه سیاسی ماکیاولی که ماکیاولی چی دیدگاه و نظر داشت. در مبحث دوم، طرح کلی نظریه سیاسی ماکیاولی مورد بحث قرار گرفت. نظریه سیاسی ماکیاولی عمدتاً در دو کتاب گفتارها و شهریار آمده است. یعنی ما نظریه سیاسی ماکیاولی را بیشتر از دونی همین دو کتاب میتوانیم عنوان کنیم. گرچه ماکیاولی یک فیلسوف و نظریه پردازی کاملی نبود که یک نظریه واحد و مشخص را ارائه کرده باشد، این موارد را ما از جمع این نظریات و گفته های نویسنده ها میتوانیم عنوان کنیم. در کتاب گفتارها ماکیاولی از جمهوری و ارزش های آزادی دفاع میکند و اما در شهریار از چگونگی کسب و حفظ قدرت و ارزش‌های بنیادی امنیت. یک دیدگاه در دو کتاب، یعنی این دو کتاب اگرچه با دو محتوای متفاوت نوشته شده، دو دیدگاه را از ماکیاولی تبارز نمیده، بلکه دیدگاه ماکیاولی یک چیز است اما در دو کتاب متفاوت با دو عنوان و محتوای متفاوت مطرح شده. چون گفتیم در کتاب گفتارها ماکیاولی از جمهوری و ارزش‌های آزادی دفاع می‌کند، اما در شهریار از چگونگی کسب و حفظ قدرت و ارزش‌های بنیادی امنیت بحث می‌کند. اینکه چرا دو کتاب در یک دیدگاه واحد با دو محتوی و عبارات متفاوت و محتویات متفاوت نوشته شده است در پاراگرافی بعدی مطرح شده. ماکیاولی شهریار را برای جامعه‌ای نوشت که ماده اجتماعی آن فاسد، و گفتارها را برای جامعه‌ای نوشت که ماده اجتماعی آن سالم است. این زمانی که ماکیاولی حرف از جمهوری و ارزش‌های آزادی می‌زند، برای جامعه این وضعیت را مطلوب می‌داند و خوب می‌داند که او جامعه ماده اجتماعی آن سالم باشد. به همین خاطر
ماکیاولی در گفتارها از جامعه جمهوری و ارزش‌های آزادی بحث میکنه. نظام جمهوری و ارزش‌های آزادی در او جامعه قابل تحقق است که ماده اجتماعی آن سالم باشد. اگر ماده اجتماعی آن سالم نباشد، نظام جمهوری و ارزش‌های آزادی نمیتوند تحقق پیدا کند. به همین خاطر ماکیاولی در کتاب شهریار بیشتر از کسب و حفظ قدرت و ارزش‌های بنیادین امنیت بحث می‌کند. به خاطری که ماکیاولی این وضعیت را برای جامعه‌ای بحث می‌کند که ماده اجتماعی آن فاسد است. یعنی انسان‌ها به اون فضیلتی که باید برسن و داشته باشن نرسیدن و آن جامعه از لحاظ اجتماعی فاسد است. برای این قسم یک جامعه ماکیاولی شهریار را پیشنهاد می کند. ولی روی هم رفته، در هر حال ماکیاولی یک جمهوری خواه بود، نوعی نظامی جمهوری را می خواست. گرچه وی بین نظامی شوروی مشروطه و جمهوری خواه تفاوتی را به لحاظ شکلی و ماهوی نمیدید و قبول هم نداشت، زیرا برای ماکیاولی شکل حکومت مهم نبود. آنچه برای ماکیاولی مهم و حیاتی بود حفظ آزادی های مردم بود. یعنی ماکیاولی تلاش میکرد که هر نوعی از نظام که میخواهد باشد و به هر شکلی که نظام میخواهد شکل بگیرد، مهم است که آزادی های مردم باید حفظ شود، امنیت برای مردم باید تأمین شود. بنابراین برای ماکیاولی نوعی شکلی نظام مهم نبود، بلکه آنچه برای ماکیاولی مهم و حیاتی بود حفظ آزادی های مردم بود. باز هم در مبحث دوم ادامه طرح کلی نظریه سیاسی ماکیاولی به بحث گرفته، تا اینکه بیشتر بفهمیم و برای ما باز شود که نظریه سیاسی ماکیاولی چه بود و چه است. ماکیاولی در نظریه سیاسی خود از مطالعاتی استقرایی بهره گرفت و سعی کرد با رویکرد عقلانی و فارغ از پیش داوری شیوه های کسب و حفظ قدرت سیاسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. روشی را که ماکیاولی در نظریه سیاسی خود استفاده میکنه روش استقراییه. یعنی پس روش در دیدگاه ماکیاولی استقراییه. استقرایی در مقابل قیاسی قرار دارد. ما معمولا دو نوع روش را در از این بود مطرحی بحث قرار میدیم، یکی استقرایی و یکی قیاسی. استقرایی یعنی از جز به کل رفتن و قیاسی یعنی از کل به جز آمدن. استقرایی یعنی که ما از روی جزئیات و اطلاعات ریز به یک نتیجه کلی دست پیدا بکنیم، اما قیاسی به این معنا که یک کل وجود داشته باشد و ما به اساس آن کل به جزئیات دست پیدا کنیم. روشی مطالعه ماکیاولی در نظریات سیاسی و استقرایی بود، یعنی از روی جزئیات و مطالعه تاریخ تلاش میکرد تا با یک نتیجه کلی و یک دیدگاهی جامع و همه شمول دست پیدا بکند. یعنی فرض بفرماییم که چندین وضعیت و جامعه را با نوعیت و حکومت و برخورد و رابطه‌ای که بین فرمان روایان و فرمانبران وجود داشت مورد تحلیل و تجزیه قرار میداد تا از این جزئیات در نهایت به یک نتیجه برسد و یک نظریه کلی مطرح کند که پس بنابراین ما در جامعه چگونه میتونیم حکومت بکنیم. او تلاش میکرد در نظریه خود از پیش داوری ها فارغ باشد، یعنی ذهنیت خود بر تحلیل و دیدگاه های خود جای نده.
بدون پیش داوری چگونه می توانیم کسب و حفظ قدرت سیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم؟ در نظریه سیاسی ماکیاولی انسان موجودی اجتماعی نبود. ماکیاولی انسان برخلاف دانشمندانی پیشین موجودی اجتماعی قبول نداشت، بلکه ماکیاولی انسان را موجودی خیشتنخواه می دانست که همواره در پی خواستها و سوداهای بیپایان خود است. از نظر وی این طبیعت انسان ثابت و تغییر ناپذیر است. یعنی ماکیاولی در نخست گفتیم که نسبت به ذات انسان دیدگاهی بد دارد. ماکیاولی ذات انسان موجودی اجتماعی نمی دانست، موجودی خیشتنخواه می دانست. یعنی می گفت انسان موجودیه که هرچه هست برای خود می خواهد، همیشه دوست دارد خواسته های خودش برآورده شود، همیشه می خواهد همه چیز برای خودش باشد و همه سود را خودش ببرد. به این معنا که انسان واقعا ذاتی نیک ندارد، ذاتی انسان بد است و هر چه خوبی است برای خود می خواهد و بدی را برای دیگران. روی همین ملحوظ از دیدگاه ماکیاولی پس طبیعت انسان ماده اولیه و خامی است که رهبری سیاسی می تواند از آن برای پرورش فضیلت مدنی بهره گیرد. یعنی به این معنا که پس در وضعیت طبیعی انسان طبیعتی و ماده خامیه که جامعه و حکومت سیاسی و رهبری سیاسی می تواند که فضیلت و خوبی ها را در ذهن انسان و در وجود این انسان پرورش بده و ایجاد بکنه. یعنی انسان ذاتاً خودش خوب نیست از دید ماکیاولی. جامعه سیاسی و یا حکومت سیاسی می تواند انسان خوب بکند و فضیلت نزدیک بکند. و همین اساس ماکیاولی به این باور بود که هدف عالی جامعه سیاسی مصلحت، امنیت و سعادت این جهانی مردم است، نه غایت اخلاقی که اندیشمندان پیشین در پیان بوده. یعنی هدف جامعه غایت اخلاقی نیست. دولت به دنبال تأمین مسئله ها و مسائل اخلاقی برای انسان ها نیست. دولت دنبال تأمین امنیته. دولت دنبال سعادت و نیکبختی برای انسان هاست. پس از دید اجتماعی اگر دولت وجود نداشته باشد و رهبری سیاسی روی انسانها کار نکند، ذاتاً انسانها خوب نیستند و دنبال خوبی هم نخواهند رفت. البته از دیدی ماکیاولی. باز هم در ادامه مبحث طرح کلی نظریه سیاسی ماکیاولی را بیشتر بحث میکنیم و تشریح میکنیم تا واضح تر شود که ماکیاولی چگونه نظریه سیاسی داشت. فضیلت یا قابلیت به عنوان نیروی محرک رفتاری انسانی. ببینیم بیشتر با دیدگاهی ماکیاولی نزدیک میشیم. علمای پیش از ماکیاولی فضیلت را نیروی در روح یا فطرت انسان به شمار می آوردند، اما ماکیاولی معتقد بود که فضیلت تنها در جامعه میتواند صورت عملی پیدا کند. به چی معنا؟ دانشمندان قبل از ماکیاولی میگفتند فضیلت در روح انسان است. یعنی انسان ذاتاً در درون خود و در روح خود از فضیلت و خوبی برخوردار است. ماکیاولی دیدگاه را قبول نداشت. ماکیاولی میگفت نه، انسان ذاتاً در روح خود فضیلت ندارد. سرشت و طبیعت انسان ذاتاً از فضیلت برخوردار نیست. فضیلت را فقط در جامعه میتوان پیدا کرد و آن هم زمانی که رهبری سیاسی، یک حکومت سیاسی مطلوب و درستی وجود داشته باشد تا این فضیلت را در وجود انسانها به بار آورد و ایجاد کند. اگر رهبری سیاسی و جامعه و حکومت نتواند انسانها را با فضیلت به بار بیاورد، انسانها ذاتاً از فضیلت برخوردار نیستند.
همین جاست که ماکیاولی ادعا میکند که انسان در طبع خود خوب نیست، نیک نیست، اما میتوان او را خوب بار آورد. ببینیم یک جمله بسیار خوب است: انسان در طبع خود خوب نیست اما میتوان او را خوب بار آورد. ماکیاولی مدعی این بود که انسان ذاتاً خوب نیست، ولی ما میتوانیم یک انسان خوب به بار بیاوریم. پس دولت مکلف است، حکومت مکلف است که روی فضیلت و تربیت انسانها تلاش بکنه و انسانهایی با فضیلت و خوب را به جامعه تقدیم بکنه. زیرا اگر دولت در این عرصه کار نکند و فعالیت نکند، ذاتاً انسانها خوب نیستن و از طبعی خوب برخوردار هم نیستن. به باور ماکیاولی، جامعه خوب را باید به نیروی شمشیر ساخت، نه وعظ و خطابت. نی ماکیاولی به قوه قهریه نهایت باورمند بود. ما با تبلیغ کردن و خطابه میگفت نمیتوانیم یک جامعه خوب را به وجود بیاریم، فقط با نیروی شمشیر و با زور میتوانیم ما یک جامعه خوب و ایدئال شکل بدیم به وجود بیاریم. پس از دیدی ماکیاولی یا طرح کلی نظریه سیاسی ماکیاولی چنین برداشت میشود که فضیلت در روح انسانها نیست، فضیلت در درون جامعه وجود داره و فضیلت را ما با فشار در انسانها میتوانیم ایجاد کنیم، نه اینکه فضیلت ذاتاً در طبع و سرشت انسان وجود داشته باشد. باز هم برای فهمی بیشتر نظریه سیاسی ماکیاولی مبحث دیگری را با شما به بحث میگیریم و آن این که ماکیاولی مدعی بود و باورمند بود و معتقد بود که منازعه وضعیتی همیشگی جامعه است. ماکیاولی به این باور بود و عقیده داشت که منازعه همیشه در جامعه وجود دارد، وضعیت همیشگی جامعه منازعه است. ما نمیتوانیم، اصلا ممکن نیست که منازعه را از جامعه کشید و بیرون کرد. چرا که ماکیاولی به این باور بود که ذات انسان بد است، سرشت انسان بد است، ذاتن انسان شرور است و جامعه همیشه از انسانها تشکیل می شود و هر زمانی که این انسانها با همدیگر در تعامل کنش و واکنش باشند منازعه بین اینها شکل می گیرد. پس جامعه بدون منازعه را نمی توان از دیدی ماکیاولی پیدا کرد. ماکیاولی برخلاف اندیشه سنتی منازعه را وضعیت عادی جامعه می دانست، کلیشه در طبیعت بد انسان دارد. یعنی می گفت اگر در جامعه منازعه وجود داره و معنای این نیست که ما در بخوام هستیم یا جامعه وضعیتی خوب نداره، در حالت عادی جامعه منازعه داره. چرا؟ چون این منازعه ریشه در طبیعت بد انسان داره. انسان ها از دید ماکیاولی ذاتاً بدن و همیشه دنبال ثروت، قدرت و جایگاه و سلطه شخصی خود هستند و برای رسیدن به این جایگاه، قدرت و سلطه همیشه با هم در حال جنگ هستند. پس ما منازعه را نمیتوانیم از جامعه بیرون کنیم یا در جامعه نداشته باشیم. وی به این باور بود که این مبارزه برای قدرت و سلطه است. توده مردم دنبال امنیت خود، اما اشراف به دنبال سلطه و سودند. روی همین ملحوظ منازعه برای همیش در جامعه است و ادامه دارد، زیرا منازعه جامعه یک مبارزه برای سلطه جویی و قدرت طلبی و ثروت است. و این حسی بعد از دید ماکیاولی برای همیش و برای ابد در درون و ذهن انسان‌ها وجود دارد و زنده است.
پس در نتیجه به این نکته پی میبریم که ماکیاولی یک واقع‌گرا بود. او در اندیشه هایش هرگز آرمانگرایی دیده نمی شود و همواره ذات انسان را بد و طبیعت انسان را شرور می بیند و به این باور است که جنگ، منازعه و کشیدگی جزئی وضعیتی عادی و همیشگی یک جامعه است و هرگز نمی توان آن را از جامعه جدا کرد، زیرا جامعه تشکلی از انسان ها هستند و این انسان ها ذاتاً بد هستند و بد بودن این انسان ها در نهایت منجر به منازعه می شود و این منازعه ابداً و برای همیشه در جامعه وجود دارد. ما برای بحث بیشتر روی نظریات ماکیاولی و اندیشه های سیاسی ماکیاولی بحث خواهیم کرد، اما در جلسات بعدی و هفته های بعدی. درس این هفته ما به همین جا به پایان میرسد. تا هفته بعدی شما را به ذات یکتا و به نیاز می سپارم. امید دارم موفق و سرفراز باشید.